دارود بی پایان به ایران دارود بی پایان به تو افشین هستم با 250 می نافوزید این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلی اطلاع رسانی تهیه می شود آدولف هیتلر پیشوای آلمان تا دقایق قبل از خودکشی مردم آلمان رو به ادامه جنگ تشویق میکرد و وعده پیروزی در جنگ با دشمنان رو میداد بهشون در برنامه این هفته منحصرا به واکنش های مقامات نظام مقدس به ترامپ پرداخته میشود به طور مشخص واکنش رئیس جمهور منتخب و رهبر معظم در هفته گذشته کلیه اعضای هیئت دولت تمامی نمایندگان مجلس و رئیس مجلس رئیس قوه قضاییه با همه اونایی که دور میزش میشینن کار و زندگیشون رو گوشه زمین فقط وایستاده بودن یه تنه واکنش نشان میدادن به حرفای ترامپ برای اینکه متوجه واکنش اونا بشیم اول باید بریم به سراغ صحبت رئیس جمهور آمریکایی همون ترامپ اصل صحبتاش ترامپ روز جمعه هفته گذشته حدود 20 دقیقه در مورد استراتژی جدیدش در قبال ایران سخنرانی کرد بخشی از سخنان اون که بیشتر از بخشی دیگه مورد توجه های فارسی زبان خصوصا رسانه‌های نظام مقدس قرار گرفت و با تمام توان به اون پرداخته شد مربوط به استفاده از واژه نادرست خلیج عربی بود البته برخی از مفسرین معتقد بودند سهون این اتفاق افتاده و برخی دیگه از مفسرین اطمینان داشتند که عمدن اینطور گفته شده اما در هر دو حالت همه ما ایرانیان این اشتباه رو قویا محکوم میکنیم و از میخوایم که دیگه همچین اشتباهی مرتکب نشه اسم این خلیج خلیج فارس است اما قدرتمندترین کشور دنیا از نظر اقتصادی علمی و البته نظامی همانا آمریکا است حالا رئیس جمهور همین کشور یعنی قدرتمندترین کشور جهان راجع کشور ما صحبتهایی کرده پس لازم ما بدانیم او راجب به کشور ما چه گفته دونالد ترامپ سخنرانیش رو اینطور شروع کرد. ترامپ گفت به عنوان رئیس جمهور آمریکا مهمترین وظیفه‌اش تأمین امنیت مردم آمریکاست. او ادامه داد تاریخ نشان داده هرچه بیشتر تهدید رو نادیده بگیریم اون تهدید خطرناکتر میشه برای همین من دستور بررسی مجدد استراتژی در برابر حکومت سرکش در ایران را صادر می کنم بعد گفت استراتژی جدید اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه که البته حکومت سرکش در ایران هم همواره مدعی بوده که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست پس تا اینجا مشکلی نیست ایران under the control of a fanatical regime that seized power 1979 در ادامه دونالد ترامپ حکومت ایران رو یک دیکتاتوری نامید که از تروریست‌های منطقه حمایت میکنه. او گفت ایران در کنترل یک حکومت خرافاتی است که در سال 1979 قدرت رو ضبط کرد و مردم سرافراز ایران رو مجبور به پذیرفتن قوانین خودش کرد. این حکومت افراطی به یکی از قدیمی‌ترین و درخشان‌ترین کشورهای جهان یورش برده و مرگ و تباهی و آشفتگی رو در تمام جهان انتشار داده صادقانه باید ارز کنم که گذشته از هر نوع رفتاری که ایشون یعنی رئیس جمهور آمریکا داره که مورد تایید بسیاری از مردم نیست اما این سخنانش راجع به حکومت ایران و مردم ایران کاملا صحیحه هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا در سی سال گذشته به این شفافی و البته درستی راجع به حکومت ایران اظهار نظر نکردند The high in the wake دونالد ترامپ در ادامه کیفرخواست حکومت سرکش در ایران را خواند و از حمله به سفارت آمریکا در تهران شروع کرد تا حملات شهادت طلبانه به سفارت آمریکا در لبنان و به مقر نظامیان آمریکایی در عربستان تا کمک به بمبگذاری‌های القاعده در کنیا و تانزانیا و دخالت در عراق که موجب کشته شدن نظامیان آمریکایی شده و حتی مدعی و جمهوری اسلامی و پسر اسامه بن و برخی از تروریست ها قبل از حملات 11 سپتامبر در ایران جا داده بوده ترامپ در ادامه گفت این تجاوزات دیکتاتوری ایران تا همین امروز ادامه داشته والا از این حکومت های خرافاتی و سرکش هرچی بگی برمیاد اما من جای مقامات ایران بودم سعی میکردم از این اتهامات خودم رو بری کنم The regime violently suppresses its own citizens It shot unarmed student protesters in the street دونالد ترامپ گفت این حکومت با خشونت مردم خودش رو سرکوب میکنه در جنبش سبز به دانشجویان بی تیراندازی میکرد بعد به دخالت های حکومت ایران در عراق، یمن و سوریه پرداخت. بعد گفت با توجه به گذشته خونبار این حکومت نباید چشمانداز ترسناک این حکومت در آینده را ساده بگیریم شعارهای محبوب این حکومت مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است ما هم هی گفتیم آقا این درست نیست انقدر نگین مرگ بر مرگ بر پرچم کشورهای دیگر رو تو کشور چیش نزنین بفرما. حالا خودتون برین درستش کنیم دونالد ترامپ گفت ما به کمک سازمان ملل و جامعه جهانی تحریم های اقتصادی سختی روی ایران گذاشته بودیم که دولت قبلی درست قبل از از همپاشیدگی کامل این حکومت تحریم ها رو برداشت که اشاره به برجام داشت و بعد دوباره توضیح داد که چرا این توافق نامه بدترین و یک طرفه ترین توافقی بوده که آمریکا در طول تاریخش پذیرفته از جمله اشاره کرد به یک میلیارد و 700 میلیون دلار پول نقدی که به حکومت ایران پرداخت شده. The regime also received a massive cash settlement of 1.7 billion dollars from the United States, a large portion of which was physically loaded onto an airplane and flown into Iran. تا اونجایی که من اخبار داخل ایران دنبال کردم، مقامات نظام مقدس این موضوع یه میلیارد 700 میلیون دلار پول نقد رو تا حالا رو نکرده بودند رئیس امور آمریکا در ادامه گفت برجام قرار بود در خدمت صلح و امنیت منطقه و جهان باشه اما در حالی که ایالات متحده به تعهداتش پایبند بوده منظور احتمالا اون پولهای نقدی و غیر نقدی بوده که به ایران پرداخت شده اما حکومت ایران به تحریک تنش ها، ترور ترورها و آشفتگی های منطقه خبر میانه ادامه میده بالاخره بعد از اتمام کیفرخواست جمهوری اسلامی آقای ترامپ گفت حالا قراره با این حکومت سرکش چیکار کنه We will work with our to the دونالد ترامپ چهار عکسالعمل ایالات متحده را بدین شهر بیان کرد یک جلوگیری از ادامه عملیات تروریستی و حمایت از ها توسط جمهوری اسلامی در منطقه البته با کمک متحدان منطقه آمریکا دو اضافه کردن تحریم های جدید برای جلوگیری از کمک مالی به ترور سه مشخص کردن تکثیر موشک و سلاح‌هایی که همسایگان حکومت رو تهدید میکنه و چهار بستن تمام راه های حکومت ایران برای رسیدن به سلاح هسته ای مقامات ایران اگر انقدر به فکر مردم ایران هستید لطفا یه جوری نشان بدید که شما تروریست ها را حمایت مالی نمی کنید یا اگر می کنید قطع کنید تا دوباره تحریم نشیم مردم همین الان هم بیش از حد تحت فشار اقتصادی هستند زندگیشون شده سراسر رنج و اسرت نکنید این کارا را. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت امروز من چند گام مهم برای رسیدن به استراتژی دولتم رو اعلام میکنم از جمله های سخت روی سپاه پاسداران انقلاب. بعد ترامپ سپاه پاسداران رو معرفی کرد. نحوه توصیف سپاه پاسداران توسط ترامپ یا هر کسی که این متن نوشته جالب و قابل توجه بود. The Guard is the Iranian Leaders, force ترامپ گفت پاسداران انقلاب نیروی فاسد شبه نظامی شخصی رهبر است. این نیرو بخش بزرگی از اقتصاد ایران رو رو بوده و کمک های مذهبی عظیمی رو در اختیار گرفته تا هزینه جنگ و ترور در منطقه رو تأمین کنه بعد چند تا مثال زد بعدش هم گفت حکومت ایران رو تحریم خواهد کرد و توضیح داد چطور به لحاظ قانونی حق داره به عنوان رئیس جمهور آمریکا ادامه برجام رو تایید نکنه در ضمن گفت به متحدان آمریکا اصرار داره که در یک حرکت قدرتمند علیه حکومت ایران شرکت کنه و در اواخر سخنرانیش یه بار دیگه حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا دونست. In this effort we stand in total solidarity with the Iranian regime's longest suffering victims its own people the citizens of Iran. رئیس امور آمریکا گفت ما در همبستگی کامل با طولانی مدتترین قربانیان رنجیده ای حکومت ایران هستیم مردم خودش. شهروندان ایران هزینه سنگینی برای خشونت و افراطیگری رهبرانشون پرداخت کردند. مردم ایران اشتیاق فراوانی دارند تا تاریخ سرافرازشون رو احیا کنند، فرهنگشون رو، تمدنشون رو و همکاری و همسایگانشون رو. دونالد ترامپ در انتها گفت امیدوار هست این کارهای جدید دیکتاتوری ایران رو مجبور و ارزیابی مجدد در اهداف تروریستیش کنه که با هزینه مردم ایران انجام میشه. او گفت ما دعا میکنیم که جوانان آمریکایی، ایرانی، مسلمان، مسیحی، یهودی بتونن در یک دنیای بیخوشونت و بدون نفرت و ترور بزرگ شن. فکر میکنم اینا مهمترین بخشای های های رئیس جمهور آمریکا راجع به ایران بود. این اعلامیه ظهر جمعه به وقت آمریکا بیان شد. توجه داشته باشین جمعه در آمریکا روز کاری هست و این اعلامیه در حقیقت در ساعت رسمی کاری بیان شد. اما همزمان در ایران این روز هم تعطیل رسمی بود هم شب بود. یعنی 8:30 جمعه شب میشد. اما در ایران دو ساعت بعد از پایان سخنان ترامپ من دعوت میکنم رئیس جمهور آمریکا رو که هم تاریخ رو بهتر بخوانند هم جغرافیا را هم نسبت به تعهدات بین المللی و هم راجع به ادب و اخلاق و عرف جهانی و بین المللی من از شما رئیس جمهور منتخب نظام مقدس دعوت می کنم عرف مناسبات بین المللی رو مطالعه بفرمایید تا متوجه شوید اینکه ساعت ده شب روز تعطیل رئیس جمهور واکنش نشان بده خیلی آبر ریزیه آجون زلزله که نیمده خدایی نکرده رئیس جمهور یک کشور دیگه اونم به قول خودتون یک کشور که اصلا مهم نیست چی میگه یه چیزی راجع به شما گفته نه باید دو ساعت بعد دست باشه بپری باشه تریبون که از طرف دیگه حالا که اومدی رئیس جمهور آمریکا یه دوجین اتهامات مطرح کرد بر علیه شما از شرکت در بمگذاری های لبنان تا همکاری با القاعده اونم نزدیک های عملات 11 سپتامبر این اتهامات جدی اگر نادیده بگیرین عواقب سختی براتون به, به همراه میارند احیانا اون اتهامات رو نمیخوایم برطرف کنین به جای درس و تاریخ جغرافی ظاهرا ایشون خبر نداره که دولت آمریکا دولت کودتا را در شست و چند سال پیش در این کشور روی کار آورد یه بارم شده از خودتون مایه بذارین اون دولتی که به قول شما با کودتا سرنگون شد با شما هم همیشه میمونه خوبی نداشت برای همین یکی از حمله های شما آیت کاشانی که الان یه اتوبان تو پایتخت به نامشه در سرنگونی اون دولت همکاری کرد اونم هم با همین آمریکایی ها. در عصر اطلاعات و اینترنت باید یه خورده سنجیده تر سخن بگید کشوری که بیشترین حمایت را از دیکتاتور وقت در ایران می کرد آمریکا بود اینا رو که قبلا هم گفتین برای اینا که قبلا هم با هم دشمن بودیم دیگه یه چیز جدید بگین ظاهران فراموش کرده که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در همون روزهای اولیه طراحی آمریکا در ایران کودتا بود که البته یک بار دیگر هم در سال 59 این کودتا را تکرار کرد البته هنوز بعد از سی سال هیچ مدرکی از شرکت آمریکایی ها در اون کودتاهای بعد از انقلاب شکوه من منتشر نشده بعضی حتی معتقدن که آمریکایی ها در لو رفتن اون کودتاها کمک کردن به شما بگذاریم از این اما برای همین اتهامات بود که شما به سفارتشون حمله کردین دیپلوماتاشون رو گروگان گرفتین بعد از 300-400 روز بدون گرفتن هیچ امتیازی آزاد کردین فقط چند صد میلیون دلار خسارت روحی گروگان خرج رو دست مردم ایران گذاشتین بعد پرچمشون رو سوزوندین گفتین الهی بمیری یعنی مرگ بر آمریکا گفتین اصلا اونا دشمنن اونام گفتن خیلی خوب پس از این به بعد ما با شما مثل دشمن رفتار میکنیم و در همین اسنا کنترل قیمت نفت از اوپک در رفت پیش همونایی که قبل از اوپک کنترل قیمت نفت رو داشتن و بدین ترتیب اولین میوه نظام مقدس رسید به دست کمپانیای نفتی ظاهرا فراموش کردند که در هشت سال دفاع مظلومانه ملت ایران در برابر تجاوز آمریکا از متجاوز حمایت کرد واقعا شما از این دشمنی که ساختین توقع داشتین تو جنگ ایران عراق هم جانب شما رو بگیره همونقدر که بهتون موشک فینیکس و قطعات هواپیمای جنگی میرسوندم برای این بود که سقوط نکنین و به امتیازدهی بین المللی ادامه بدین جنگ هم که طبق گفته ابراهیم یزی و برخی دیگه از حاضرین یعنی همون انقلابیون خودتون شروع کردین با تشویش از عمومی در عراق بعضیا میگن اونم برنامه کمپانی های آمریکایی بود که داده بودن دست امام جغرافیا را هم باید مطالعه کنیم چطور یک رئیس جمهور اسم خلیج معروف تاریخی جهانی رو هنوز یاد نگرفته همون خلیج فارسی که متاسفانه ناوگانهای آمریکایی بی جهد و مداوم در این منطقه رفت و آمد می کنند. لا لاعقل از نظامیان خودش میپرسید آقای رئیس جمهور چرا متلک میندازی مگه کودکستانه شما به عنوان رئیس جمهور ایران مثلا به رئیس جمهور آمریکا تذکر بدین نام این منطقه خلیج فارس است نه خلیج عربی خلیج فارس هم در این سخنرانی نقش سرای کربلا رو ایفا میکرد بگذاریم که در مدیریت همین آقایون روزانه میلیون ها لیتر فاضلاب خام وارد همین خلیج فارس میشه و این موضوع حیات آبزیان خلیج فارس رو به خطر انداخته ادب و اخلاق هم بسیار اهمیت داره حرف های ناسهی ناروا دروغ اتهامات بی اساس شما میگین مرگ بر آمریکا پرچم آمریکا رو آتیش میزنین نقاشی میکنین رو زمین عروس رو رژه میرین تصور کنین فقط که اگر توی کشور دیگه یه فستیوال یه روز فستیوال مرگ بر ایران داشته باشن پرچم ایران رو چاپ کنن روی لباس و اون لباس رو تن یه خر کنن تو خیابون راه ببرن این کارهایی که شما با پرچم آمریکا کردین تو ایران متاسفانه عکساش موجوده بعد اون موقع شما راجع ادب صحبت میکنین همین چیزا نشون میده که شما اهل پرستیژ بین و ادب و این چیزا نیستین و فقط دارین فیلم بازی میکنین اونم بلد نیستین برای خیلی خنده دارین. از طرف دیگه شما مدرکی دارین که ثابت کنه اتهامات اون یعنی ترامپ بی اساس بوده حرفی که نیست بعد مدرک نشون بدین آیا ملتی که دموکراسی را تو با فرهنگش با ایمانش مورد دقت قرار میده توجه کردین ملت ایران اگر شما به دلیل زرتشتی بودن نمیتونید نماینده شورای شهر بشید اگر به دلیل بهایی بودن نمیتونید دانشگاه برید و اگر حق ندارین راجع به دخالت نظامی کشورتون در یک کشور دیگه نظر مخالف داشته باشین و خلاصه اگر یک مبلغ مذهبی برای سرنوشت شما تصمیم میگیره برای اینه که شما دموکراسی رو همراه با ایمانتون مورد دقت قرار دادید و به تمام معاهدات بین المللی و تعهدات بین المللی خودش همواره احترام گذاشته آیا این دولت و این ملت یاغی یا دولتی که همواره در پی تجاوز و کودتا در این منطقه و در جهان بوده شما به عنوان رئیس جمهور یا نباید اتهامی رو مطرح بکنی یا اگه مطرح میکنی یه ذره دقیقه تر باید مطرح بکنی از طرف دیگه توپق اونم در نطخه به این مهمی نشانه ذهن مشوشه ملت ایران ملتی نیست که با حرفهای ناروا و سخنان تنفرانگیز بخواهند در برابر یک دیکتاتور سرفرود بیاورند آقای روحانی حداقل در آمریکا شورای نگهبان وجود نداره پس رئیس جمهور آمریکا بر اساس قوانینش از شما رئیس جمهور ایران مردمی تره و بعد از به قدرت رسیدنش قدرت مطلق اجرایی کشوره یعنی یه رهبر معظم بالا نیست به مذاکره کن مذاکره نکن براش وزیر از بلا نصب کنه یا هر وقت دلش خواست در امور کشور ورود کنه تا رأی خودش رو به عمل برسونه حالا چون اون به شما گفته دیکتاتور شما باید مثل بچه ها به اون بگین خودتی از طرف دیگه رئیس جمهور آمریکا مشخصا راجع به حکومت خرافاتی و سرکش حاکم بر ایران سخن گفت هیچ کدوم از اون اتهامات رو به مردم ایران نسبت نداد یا درست براتون ترجمه نکردن یا درست گوش ندادید آیا سپاه فاسد هست یا دولت و نیروهای مسلحی که همواره در این منطقه علیه استقلال ملت ها مداخله کردند تلاش کردند ام... به نظر من سپاه فاسد است چون اون دولت و نیروی مسلحی که به قول شما علیه استقلال کشورها مداخله کرده در امور اقتصادی کشور خودش و هیچ کشور دیگه مداخله نکرده هر چیزی تعریف خودش رو داره دیگه فساد سپاه که موضوع پنهان کردنی نیست همه مردم ایران میدونن اگر تفنگ پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد حتما فساده شک نکنید شما وقتی می‌خواید تولید کنید یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه خب نمیذاره شما رشد کنید حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره هم رسانه داره همه چی داره کس جرئت نمیکنه با اینا رقابت کنه بله خود آقای روحانی هم در جریان فساد سپاه هست اما خب الان مسلحت نظام و اسلام و مسلمین در اینه که ایشون دروغ بگن آیا دولت ایران دیکتاتور هست دولتی که تمام ارکانش با انتخابات و با رأی مردم هست یا دولت هایی که مورد حمایت آمریکا هستند اصلا اونا هم دیکتاتور همون دولت های مورد حمایت آمریکا اما حکومتی که رأی مردم را از شورای نگهبان عبور بده حاکمش خود رأی و دیکتاتور به حساب میاد اونم حاکمی که مادام العمر و مقدسه و خودش رو نماینده خدا بر روی زمین میدونه درست مثل نمروده یادتون رفته شما مردم مظلوم یک هواپیمای مسافربری را مورد حمله موشکی در خلیج فارس قرار دادید و بعد به متجاوزین و جنایتکاران این حادثه دلخراش مدال دادید و جایزه دادید اونام یادشون بره ما یادمون نمیره من میگم اصلا آمریکایی یا بد جنایتکار طرفدار دیکتاتورا شما دو سال پیش رفتین با همین آمریکایی مذاکره کردین با همین اتهاماتشون کم مونده بود وزیرتون وزیر اونها رو ماج کنه اون موقع هم همین اتهامات رو داشتن دیگه به جای درس تاریخ دادن به اتهاماتی که بهتون به وارد شده بپردازین همکاری با القاعده اونم نزدیک به زمان عملیات 11 سپتامبر اتهام جدی یا شما که تاریخ بلدین مرور کنین کشورهای دیگری که با چنین اتهاماتی روبرو شدن چه اتفاقی براشون رخ داده اون چه امروز و امشب از مقامات آمریکا شنیده شد جز تکرار حرفهای نادرست اتهامات واهی و فهاشی که در طول سالهای گذشته در طول چهل سال گذشته تکرار می کردند، چیز جدیدی نبود ما قافلگیر نشدیم اه؟ قافلگیر نشدین؟ 20 دقیقه سخنرانی کردیم برای اینکه بگین اینا مهم نبود اگه مطمئن بودین این حرفا در مردم اثر نمیگذاره و مردم بهش اهمیتی نمیدن میذاشین فردا صبح سر فرصت تو جلسه ی دولت چند دقیقه راجبش صحبت میکردین توپاق هم نمیزدین چرا این بچه ها نیم ساعت بعد دستپاچه متن رو کاغذ نوشین آوردین تو تلویزیون به طور زنده خوندین تازه سه روز هم دادین تو تلویزیون در اشکال کامل و منقطع پخش کنن همین سخنان رو شما که هزار میلیارد هزار میلیارد تو مملکتتون گم میشه حتی یه واکنش هم نشون نمیدین برای چی به این حرفایی که قافل گریتون نکرده بود دو ساعت بعد واکنش نشون دادین شما نمیتونید بین ملت و حکومت فاصله بیندازید ارزم به خدمتتون که متاسفانه اون فاصله وجود داره اونا ننداختن این فاصله رو خودتون انداختین با همین زندانی کردن گروه های سیاسی و فعالین اجتماعی و سرکوب سندیک های کارگری و زندانی کردن فعالین سنفی مثل معلمین و دخالت تو زندگی خصوصی مردم و گشت ارشاد ها و اختلاس ها و حقوق نجومی ها و املاک نجومی ها و در یک کلام بی ها مردم رو از خودتون حسابی رنجوندین خودتون هم میدونین چون از اولم رضایت مردم براتون مهمیتی نداشته اما حالا ترسیدین چون اون رئیس جمهور آمریکا فهمیده که بین شما و مردم ایران فاصله است شما قادر نیستید بین ملت ایران و رهبری عظیم و و محبوب این کشور فاصله بیندازید اون که فاصلهش بیشتره رهبر میگه به این رأی بدین 20 میلیون میرن به اون یکی رأی میدن خودتون هم از همین تکنیک استفاده میکنیم برای گرم کردن تنور دیگه تنور انتخابات عرض میکنم حالا اون رئیس جمهور آمریکا هم با برگ خودتون میز بازی رو چرخونده به هر حال با این بلوف های بچگونه نظر اونا تغییر نمیکنه نظر مردم ایران هم تغییر نمیکنه به جای این حرفها بچه خوبی بشین و دست از این کاراتون بردارید عقب نشینی کنید در حال حاضر فقط همین کار میتونه سرنوشته شما رو تغییر بده هدف اصلی اونها این است که ما را از رشد اقتصادی باز دارند آمریکا هزار میلیارد هزار میلیارد اختلاس میکنن از بانک ایران اونا 400 هزار میلیارد تومن بدهی برای دولت ایران بالا آوردن آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم که مالیات نمیدن آمریکایی آمریکا با کلکه مؤسسه مالی هزاران میلیارد تومان از جیب مردم ایران درآورده آورده بهشون پس نمیده هدف اونا اینه که شما در منطقه جنگ نکنید نیروهاتون از سوریه و لبنان و عراق و یمن بکشین بیرون برگردونید داخل مرزاتون مملکت خودتون رو درست کنید دست از سر مردمتون بردارین شورای نگهبان رو حذف کنید بگذارید مردم واقعا خودشون انتخاب کنند تا بلکه مدیران سالم بر اساس ضوابط اداری و مدارک معتبر علمی سرکار بیان مملکت رو درست کنن برای اینکه این, این کار را انجام بشه لازم مقام معظم رهبری حذف شه کلا برای همیشه علا رقم حرف های ترامپ و علا رقم اهداف شوم سیاستمداران آمریکایی ملت ما برای رشد اقتصادی برای رونق اقتصادی بیش از پیش تلاش خواهد کرد و فرمان رهبری را برای اقتصاد مقاومتی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکات فرمان رهبری اقتصاد مقاومتی حد اقل پنشیش ساله که اقتصاد مقاومتی مطرح شده اما هنوز هیچ کس نمیدونه چیه غیر از ارائه یه سری تعاریف کلی نتیجه هم شده بی شدن پول ملی وابسته شدن اقتصاد صنعتی رشد بیکاری و برشکستگی موسسات مالی رشد راندخاری، زمینخواری حقوق نجومی و به طور کلی فساد گسترده اقتصادی که حکومتی هم است رهبری فقط نشسته تو خونش برای خودش فرمان صادر میکنه من البته نمیخوام وقت رو حالا صرف پاسخگویی به اباطیل و یاوگویی های این رئیس جمهور شارلاتان و بیچاک دهن آمریکا بود واقعا لزومی نده آقای بزرگ پنج روز بعد از بیان سخنان رئیس جمهور آمریکا این واکنش رو از خودشون بروز دادن و طبق معمول با ادبیات مبلغین مذهبی مثل اینکه سر گوشه با این نفر دعواشون شده شارلاتان و بیچاک و دهن در ادبیات فارسی واجه های سخیفی به حساب میان خصوصا وقتی از دهان برجسته ترین مقام سیاسی نظام خارج بشه اوج آبروزی اون نظام سیاسی البته این موضوع برای هیچ کدوم از ما تازگی نداره اما با بررسی این ادبیات میشه میزان عصبانیت آقای بزرگ از ترامپ رو اندازه گرفت به هر حال ایشون که نمیخواستن واکنش نشون بدن 31 دقیقه راجع به همین موضوع سخن گفتن ولی که میخوام به شما بگم و به هر کی که این حرف رو خواهد شنفت دشمن رو بشنس دشمن رو بشنست. یکی از خطراتی که هر ملتی رو تهدید میکنه اینه که دشمن خودش رو نشنس ایشون در مدت 28 سال تصدی در رأس امور کشور که هر هفته 45 دقیقه برای مردم حرف میزنه و قبل از اون به مدت 10 سال در پست های دیگه هنوز نتونستن همین یک کار رو انجام بدن و هر وقت اوضاع خراب میشه دوباره باید بیان روزه دشمن شناسی برای مردم بخونن خب آمریکا البته یعنی نظام آمریکا رژیم سیاسی آمریکا یه چیزی بسیار شر و بدی است چون حوصله شما هم از این حرفای تکراری آقای بزرگ سر رفته فقط به یکی دو قسمتش اشاره خواهد شد به وجود آورنده داعش و این جریان تکفیری فعال اسلحه به دست آمریکاست اینو همین شخص در زمان انتخابات مبارزات انتخاباتیش خودش به سراحت گفت مم. پس شما به حرفای این شخص اعتماد دارین این شخص راجب سپاه هم گفت فاسده و مسئول آتش در منطقه غرب آسیاست به هر حال یک بام و که نمیشه آقای خامنه رهبر 80 ساله که چهل ساله در سیاست نقش فعال دارین هنوز یاد نگرفتین برای طرح یک چنین ادعایی باید از خودتون مدرک ارائه بدین به جای اینکه حرف دشمن رو کد کنین پس اون سربازان گمنام امام زمان دارن چیکار میکنن هنوز نتونستن یه مدرک از دخالت آمریکا در شکلگیری داعش ارائه بدن اونا اگر ادعایی میکنن یا طرح میکنن مدرکش رو هم دارن ممکن اصلا مدرک ساخته باشن اما همون مدرک رو میبرن شورای امنیت و بر علیه شما قطنامه صادر میکنن ها به جای این حرفای تکراری و خسته کننده یه فکر جدی کنین تا به سرنوشت بقیه دیکتاتورهای جهان دچار نشین جنگ نظامی اتفاق نمیفته لکن چیزهایی وجود داره که از جنگ نظامی اهمیتش کمتر نیست توصیه می کنم در این زمینه به آقای روحانی اشورت کنید به هر حال ایشون ظاهرا بیشتر از شما به تاریخ آشنایی دارن ازشون بپرسین کسانی که با اتهام مشارکت در عملیات تروریستی 11 سپتامبر پروندهشون رفته شورای امنیت چه اتفاقی براشون افتاده آخرین مطلب خطاب به شما جوانهای عزیز من جو یادداشت کردم جوانها از فرصت استفاده کن امروز فرصت برای شما هست که بتونید آینده ای کشورتون رو بسازید منم همین توصیه رو براتون دارم جوون های کشور این فرصت رو دست کم نگیرید کمک رسانی با اپوزیت همچنان در جریانه هدف پیدا کردن هزار نفر از شما بینندگان هفتگی آپوزیت مخصوصا در یوتیوب بود که بتونید سالی 100 دلار با اپوزیت کمک مالی برسونید راه های کمک رسانی با اپوزیت هم عبارتند از حساب پیپل، حساب بانکی، آدرس پستی. اگر حساب پیپر ندارین میتونین به وبسایت آپوزیت مراجعه کنین و اونجا از طریق این آیکون دونیت با کردیت کارتتون به آپوزیت کمک برسونید با سپاس ویژه از همه شمایی که تا به حال به آپوزیت کمک رسونید و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا جدا کوشا باشید به صفحات اجتماعی برنامه سر بزنید فیسبوک کانال یوتیوب کانال تلگرام اینستاگرام و مخصوصا توییتر آپوزیت که من بیشتر وقتم رو در توییتر میگذرونم در فضای مجازی با تشکر از تلویزیون اندیشه و با تشکر از همه شما همراهان شما همراهانی که ممکنه با تمام عقاید آپوزیت هم نظر نباشید اما همچنان همراهید تا دیگر شب و روزتون خوش و خدا نگهدار خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن <applause>